خب من تا اینجا آموزش فاز رو بر این میذارم که شما خودتون نرم افزار رو به صورت کامل نصب کرده باشید نرم افزارم نصب ساده ای داره خیلی راحت توی سایت های ایرانی پیدا میشه میتونید دانلودش کنید لایسنسش رو نصب کنید و یک پروژه سمپلی داره که اون پروژه سمپل رو میتونم نصب کنم توجه داشته باشید که آموزشی که ما داریم اینجا میدیم آموزش ماژول دیزاین هست و اگر که میخوایم پروژه یا کاتالوگ ساختن یا بقیه قسمت های نرم افزار پی دی رو یاد بگیریم این آموزش مختص بقیه بخش ها میشه و آموزش ما شامل این قسمت ها نمیشه بنابراین اگر کاتالوگ یا ادمین رو ما بخوایم انجام بدیم و یک پروژه رو بسازیم این از مبحث آموزش ما متاسفانه خارج هست و توی شرکت ها هم کسانی هستن تحت عنوان کاتالوگ من یا ادمین که اون کارها رو انجام میدن یک پروژه رو میسازن و کاتالوگ هاش رو یا آیتم های اون رو مشخص میکنن بنابراین آموزش ما صرفا آموزش یک نفری هست که میخواد پلنت دیزاین رو انجام بده یک لی اوت دیزاینر هست بنابراین پس این رو مد نظر قرار داشته باشید پس من فرض رو بر این میذارم که شما نرم افزار رو نصب کرده باشید و اون پروژه سمپلی که معمولا روش همراه همون نرم افزار هست رو نصب کرده باشید تا بتونید به محیط دیزاین و یک پروژه دسترسی پیدا بکنید خب اول از همه بیان ببینیم که چطوری با این نرم افزار پی دی ام رو ادلا پی دی ام رو بیایم و شروع کنیم بازش کنیم برای این کار شما میاید توی منوی استارت دیس رو انتخاب میکنید بعدش میریم به درایو C پوشه اینجا ایجاد شده تحت عنوان اووا اگر که توی مسیر خودش یعنی مسیر دیفالت نرم افزار موقعی که دارید اون رو اینستال میکنید توی مسیر دیفالتش رو انتخاب کرده باشید میتونید به این پوشه توی درایو سی دسترسی پیدا کنید که اووا هست اگر که جای دیگه این رو نصب کردید باید برید توی همون درایو مد نظرتون که نصبش کردید اما من پیشنهاد میکنم که شما همیشه نرم رو, رو روی همون درایو سی مخصوصا نرم افزار پی دی رو ام رو روی درایو سی نصب کنید چون که معمولا یک سری ستینگ هایی داره که اگر که روی درایو ویندوز یا مثلا همون درایو سی نصب نشده باشه ممکنه اختلال یا اخلالی رو توی کار به وجود بیاره خب من اووا رو که باز میکنم یک پوشه رو میبینم تحت عنوان پلنت که حالا یه مقدار بزرگترش میکنم این پلنت رو باز میکنم سه تا پوشه هست به عنوان تحت عنوان دیتا پی حالا دوازده یک سرویس پک چهار و پروژکتس که این پروژه پروژه این پوشه پروژیکس پروژه های نرم رو میتونید توی اون بریزید و بسازید و با اون کار کنید بنابراین الان من اینجا یک چیزی تحت عنوان مک توی این پوشه ایجاد کردم و ساختم که حالا روش ساختنش جدا هست از مبحث این کلاس که حالا برای خود مجموعه مکتب خونه که میخوایم آموزش رو انجام بدیم یک پروژه ای ما داشته باشیم و بتونیم باش کار کنیم خب اینجا چیزی از تحت عنوان PDMS 12.1 سرویس پک 4 اگه این رو من بازش کنم اه... یک یک سری آیتم هایی رو اینجا برای من میاره و نشون میده که پوشه اه... های نرم افزار هستن که با استفاده از اونها حالا فایل های اصلی نرم افزار هستن و که میتونیم اینجا ببینیمشون برای اینکه بخوایم خود پوشه اصلی نرم خود اون فایل اصلی که نرم رو برای ما بالا میاره بخوایم بهش دسترسی پیدا کنیم توی قسمت سرچ خیلی راحت می نویسیم pdms.bat و اینتر رو می زنیم. اینجا یه مقدار سب می و چیزی تحت عنوان pdms.bat برای ما به نمایش داده میشه میتونید از روی این شما یک کلیک سمت راست کنید روی اون و مثلا یک کپی بگیرید یک شورتکاتی رو بیارید روی دسکتاپ یا هر جای دیگه ای نگه دارید که دیگه از دفعات بعدی مجبور نباشید که بیاین رو, رو روی پوشه اصلی دنبال اون فایل اصلی نرم افزار پی دی ام بگردید خب من یک بار روی این اینتر میکنم و صبر میکنم تا این محیط برای من بالا بیاد اینجا اینجا چیزی داریم تحت عنوان مین در واقع پنجره مین نرم افزار پی دی ام است